یکی از اینا سلام. با من قرمز کار کنم، یه جوهری قرمز هستش و یکی شوهر دارم که میخوام مدل دریا رو با رنگ قرمز و بنفش اجرا کنم. همطوری که میدونیم من اولش اومدم یه مقدار توری طلایی داشتم، قسمت ساحلم این توری رو یه مقدار گذاشتم، یه مقدارم ورق طلا گذاشتم و حالا رنگا رو درست میکنم با رنگای جوهری، جوهری قرمز و جوهری بنفش. الان این کاری که ریختم احساس کردم که جوهرش کم رنگه، یه مقدار دیگه رنگ جوهری با رزین هم کردم و الان میرسم داخل قالب. خب تو این قسمت کار، قسمت پایینم از رزین بیرنگ استفاده کردم، بالا قرمز رنگی رنگ جوهر و قسمت پایین هم که همطور که میبینید بیرنگ هستش. خب اینا رو یه مقدار در هم میکنم و بعد باید حباب گیری بشه و موجش هم که ما از خمیری سفید استفاده میکنیم، خمیری سفیدم از قبل مقدار آماده کردم یه مقدار خودشو بگیره، بعد روی کار میرسم. برای قطر 13 رزین هاردر هر کدومش یه چیز حدود 85 گرم مخلوط رزین هاردر میبره. ببینم اینجا یکی هم همینطور، اینو از رنگ بنفش جوهری استفاده میکنم. بنفش بنفش خوش رنگه. خب توی یک لیوان همطور که گفتم یه مقدار خمیری سفید، خیلی کم درست میکنیم برای اینکه اگر زیاد بریزیم این خمیری ممکنه همه سطح کار ما رو بگیره. یک مقدار خمیری سفید قاطی یه مقدار رزین میکنیم و به این صورت حالت موج روی کارمون قرار میدیم. از سنگ و صدف و اینجور چیزا ما میتونیم استفاده کنیم برای قسمت ساحلش. خب
خب جهت سشوار رو در نظر داشته باشیم. سشوار رو بالا نمیگیریم که کار پخش کنه، یک طرف به حالت خوابیده یه مقدار میگیریم که بتونه این موج رو حرکت بده. البته چون تو قالب سیلیکونی هم هست، حواسمون هست شعله سشوارمون، درجه سشوارمون زیاد بالا نباشه که به قالبمون آسیب نرسونه. یه مقدار میگیریم، یا حتی میتونیم با نی فوت کنیم تا این حالت موج رو پیدا کنیم. چه بحث نتیجه میگیریم که رو رو باید یه مقدار این اوکی شد. حالا در ضمن توجه داشته باشین که این مرحله اول کاره که با تقریبا مثلا نصف مقدار رزین هاردنری که درست کردیم اجرا میکنیم. بعد از اینکه کار تموم شد و خشک شد، ما بقیه رزین رو روش میریزیم که این سنگ ها اینا هم حالا حالت برجسته رو پیدا نکنه و بتونه داخل کار باشه. البته اونایی که کنار قرار میگیرن چندان مهم نیست، چون همطور که میدونین چون زیر لیوانی هستش، به هر حال قسمت مرکز یا نزدیک مرکز نباید حالت برجسته داشته باشه. و بعد از اینکه خوش شد، ما بقیه رزینمون رو میریزیم. یعنی اگر 85 تا هر زیر لیوانی 85 گرم رزین هاردر بخواد، ما مرحله اول رو با تقریبا 50 گرم انجام میدیم، 35 گرمش رو بعد از اینکه خوش شد روش میریزیم. برای طلاها همون کاملا نبی رفت بکنم یکم دیگه
خب چون ورق طلا از بین رفت یعنی دیگه دیده نمیشه، یه مقدار دوباره ورق طلا اضافه میکنیم به کار. البته بهترین حالت هم همینه که این موقع ما ورق طلا رو بذاریم، بعد که مرحله دوم اون رزین رو روش میریزیم، این ورق طلا کاملا میره توی کار، یعنی برجستگی ایجاد نمیکنه و زیبایی کارمون سر جای خودش هم هست. خب اگر این کار دوست داشتین لایک یادتون نره، سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا ویدیوهای بعدی رو براتون نوتیفیکیشن بیاد.